آرام در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، محیطی آرام برای تولیداتی پر سر و صدا. تا حالا 3 تا از بازی های موبایلی ما ساخته شده و منتشر شده. 3 تا از بازی هامون به صورت متوسط حدود پیشرفت بالای 60% رو داشتن. این شرکت تنها شرکت دانش بنیان استان در زمینه تولید بازی های رایانه‌ای و موبایلیه. هزینه ساخت خیلی پایین و ارزش افزوده و درآمد خیلی بالاتری نسبت به کالاهای فیزیکی و سایر کالاهایی که میتونن تولید بشن رو داره هست. پارسال 460 میلیارد تومان در کشور بازی رایانه‌ای به فروش رسید. این در حالیه که 5% این میزان فروش سهم بازی‌های ایرانی و 95% دیگه به بازی‌های خارجی اختصاص داشت که عمدتاً با اهداف ضد فرهنگی عرضه میشه. اگه آدم رو بکشی بهت امتیاز میده. یه بازیه که همش باید بری از جاهای مختلف چیز میز بدازیم. یکی خشونتشون غالباً بالاست، مقولات جنسی استفاده میکنند. همین موضوع موجب تلاش بیشتر بازیسازان این شرکت در تولید و ارتقای کیفیت بازی‌های بومی شده. الگوهای ایرانی اسلامی رو در بازی‌ها معرفی کنیم. بعد سرگرمی رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. خشونتش خیلی کمتره. هیچ خونریزی هم توی بازی ما نداره. روی صدا، روی رنگ‌ها و روی خیلی از چیزایی که روی ذهنیت اون بازیکنی که داره بازی ما رو انجام میده کار کنیم. طبق اعلام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای 75% بازی‌های اینترنتی در ایران از طریق گوشی‌های هوشمند انجام میشه که متوسط سن کاربران ایرانی 21 ساله در حالی که میانگین جهانی 35 ساله. کاربرانی که اغلب به رده سنی بازی‌ها توجهی ندارن. نزدیک 60% خانواده‌ها هنوز به رده سنی یا واقف نیستن یا حالا توجه نمی کنند. با این حساب بازی سازان این شرکت در نظر دارند بازی بعدی خودشون رو مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی بسازند. با توجه به اینکه حدود 23 میلیون نفر در کشور حداقل هفته یک ساعت از بازی های رایانه ای و موبایلی استفاده می کنند، توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی در تولید نرم افزارها و بازی ها نقش موثری در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان خواهد داشت.